رسانه های برزیل میگویند مقامات ایران از لغو دیدار رئیس جمهوری برزیل با محمود احمدی نژاد ناراحت هستند. دلیما روسوف رئیس جمهوری برزیل این روزها میزبان صد مقام عالی از دیگر کشورها در نشست محیط زیست در شهر ریو دو به نوشته یکی از روزنامه های برزیل دفتر او اعلام کرده خانم روسف با درخواست ملاقات رئیس جمهوری ایران مخالفت کرده است. دفتر و سایت رئیس جمهوری ایران هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده به نظر می بعد از چند سال روابط نزدیک دو کشور مناسبات ایران و برزیل کاهش یافته است جمهوری اسلامی ایران از زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد بر گسترش روابط با آمریکای جنوبی اصرار داشت دستاورد این سیاست دیدارهای سالانه احمدی نژاد و مقام های چند کشور آمریکای جنوبی بود کوبا، بولیوی، ونزوئلا و نیکاراگوه برخی از این کشورها مقصد سرمایه گذاری ایران بودند و برخی هم به خاطر موضع ضد آمریکاییشان با احمدی نژاد روابط گرمی برقرار کردند برزیل سه سال پیش و در دوران ریاست جمهوری لولا دا سعی کرد با ایران روابط نزدیکی برقرار کند حتی این کشور به همراه ترکیه سعی داشت در رابطه با پرونده هستگی جمهوری اسلامی نقش میانجی بین ایران و غرب را بازی کند. عدم تعهد جمهوری اسلامی به توافقات با این دو کشور در مذاکرات با گروه پنج به علاوه یک موجب شد تا روابط ایران و برزیل خیلی زود سرد شود. یک بار هم که برزیل سعی کرد در ماجرای اعدام سکینه محمدی که در ایران به سنگ سار محکوم شده بود میانجی شود اما جمهوری اسلامی آن را یک مسئله داخلی دانست و پیشنهاد برزیل را رد کرد با روی کار آمدن دلیمارسف که توجهی به مسائل حقوق بشر دارد روابط ایران و برزیل دچار افت شد سال گذشته سفر احمدی نژاد به برزیل لغو شد و حال که او در برزیل است برخی فعالان مدنی نسبت به حضور او اعتراض دارند چند ماه پیش یک دیپلمات ایرانی در استخری برای چند دختر نوجوان مزاحمت ایجاد کرد که این هم بر سردی روابط این دو کشور اثر گذاشت با اینکه ایران در امریکای جنوبی هنوز دوستانی چون هوگو چاوز دارد اما منتقدان جدی در این قاره نیز دارد آرژانتین یکی از آنهاست که از زمان انفجار مرکز همیاری یهودیان در سال 1373 اصرار دارد جمهوری اسلامی در این حادثه که به مرگ 85 نفر منجر شد دست داشته. قرار است محمود احمدی نژاد بعد از برزیل به ونزوئلا برود که هوگو چاوز میزبان او خواهد بود. آرش سیگارچی صدای آمریکا